آغاز لیگ برتر و بازگشت شروع هیجان به مستطیل سبز فوتبال در تخار. مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت میگویند رقابت های لیگ برتر فوتبال میان 10 تیم از مدت 3 روز به این سو آغاز گردیده و قرار است تا 2 ماه دیگر ادامه داشته باشد. 10 تیم لیگ برتری اشتراک کرده در مسابقاتمون که هر تیم 9 بازی داره، 45 روز دوام میکنه، در 15 روز دیگه شابیاری چمن است و تفریح است، 2 ماه دوام داره. از سوی هم شماری از بازیکنان فوتبال ضمن خرسندی از آغاز این رقابت ها میگویند راه اندازی این مسابقات در رشد ورزش فوتبال و شناسایی چهره های جدید در این ولایت بسیار موثر است و از حکومت میخواهند تا ورزشکاران را مورد حمایت قرار دهد. واقعا فوق العاده برگزار شده مسابقات نسبت به سالهای قبل، ویژگی های بیشتر و خوبتری در این لیگ میبینیم، نوآوری های خارق العاده ایجاد شده طرف مسئولین. کسایی که تماشاچی میان سر پای سود شده خسته میشن، امیدوار هستم که این صدای ما به گوش دولت برسه و یک استادیوم خوبتر در تخار جور کنه که باعث رشد ورزش در جامعه تخار شود. از سوی دیگر شماری از باشندگان تخار که به تماشای این مسابقات آمدند در حالی که از علاقه‌مندی جوانان بر رشد ورزش فوتبال ابراز خرسندی می‌کنند، اما تاکید دارند به علت نبود یک ورزشگاه معیاری آنان ناگزیر هستند تا جریان مکمل بازی را ایستاده و یا بر روی خاک نشسته تماشا نمایند. علاقه‌مندی مردم در تخار نظر به سال‌های گذشته بیشتر است. یک مشکلی که ما داریم همین قسمتی که تماشاچی باید باشه، از اون نگاه ما کمبودی مثلا میدان داریم، یک استادیوم استاندارد نداریم. چمن نه تنها که خرد هست با مو کیفیت استانداردی جهانیش را نداره، علاوه بر او کرسی نداره، چوکی نداره و هوادارا معمولا میان روی پاهاشون ایستاد میشن. انتظار ما از حکومتی است که حداقل یک چمن استاندارد و معیاری را در تخار بسازن تا بتونن ورزشکار ازش استفاده بکنن. گفتن است رقابت های لیگ برتر فوتبال در تخار هم ساله برگزار میگردد که در این رقابت ها مشهورترین بازیکنان فوتبال به سطح ملی و بین المللی با هم رقابت میکنند.